با سلام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه نقد پرانان، خیلی ممنونم که لنز نگاهتون رو به سمت ما چرخوندین، فوکوس خودتون رو روی ما قفل کنید، شبکه رو هم عوض نکنید. طبق روال هر شب برنامه قراره در مورد بهترین فیلم های جشنواره اخیر صحبت کنیم. به همین منظور دعوت کردیم از دو مهمان گرانقدر، جناب آقای معتمدی، یار همیشگی برنامه، نقد پران، کسی که با نقدهایش پرپر می کند فیلم مقابل را، و در سوی دیگر جناب آقای رضایی، کارگردان بهترین فیلم جشنواره اخیر که برنده 5 بلدرچین بلورین و همراه 3 تخم بلدرچین همراه ما هستند. جناب آقای رضایی، در ابتدا اگه صحبتی با بینندگان عزیز دارید بفرمایید، وگرنه بحث خودمون را آغاز بفرماییم. من هم سلام میکنم خدمت شما جناب آقای معتمدی و بیننده های محترم. آقای چه طرز سلام کردنه؟ به نظر من سلام کردن باید جوری باشه که مخاطب سلامو به سلام واداره. آقا شما سلام کن الان. سلام. اون چه سلامی آقا؟ الان به نظرش من سلام بی خیال سلام احوال پرسی بشیم. جناب آقای رضایی، بیان در مورد فیلمنامه فیلم صحبت کنیم. یکی از بخش هایی بود که بلدرچین بلورین هم دریافت کرد. میشه کلا در مورد فیلمنامه فیلم صحبت کنید؟ بله. فیلمنامه ما اصولا بر اساس یک داستان واقعی نوشته شده. آخ چه واقعیتی؟ کار افتضاح بود. فیلمنامه نبود که، قصه نداشت، قصه بود. نه اوجی داشت، نه فرودی داشت، نه نقطه شروعی داشت، نه نقطه پایانی داشت. افتضاح بود آقا، مزخرف بود. یعنی شما میگید داورا همگی اشتباه کردن؟ بله آقا، مزخرف بود. من موندم چجوری بلدرچین رو به این فیلم شما دادن. جناب آقای رضایی، بیاین در مورد قهرمان قصه صحبت. چه قهرمانی آقا؟ ما قهرمانی توی فیلم ندیدیم. کدوم قهرمان؟ بازیگرا فیلم شما همش بازنده بودن تا قهرمان آقا. مزخرف بود، مزخرف. من فکر میکنم ایشون یا فیلم رو خوب ندیدن یا اصلا ندیدن. آقا مگه میشه من فیلم رو ندیده باشم؟ خوبم دیدم، تا تهشم دیدم، پلان به پلان، سکانس به سکانس دیدم. جناب آقای رضایی، بیاین در مورد تصویر برداری کار صحبت کنیم که باز هم یکی از بلدرچین های بلورین رو به خودش اختصاص داد. در مورد تصویر برداری بفرمایید. ما توی این فیلم از یک تصویربرداری و سبک جدید استفاده کردیم. آقا جمع کن خودتو، چه تصویربرداری؟ دوربین گذاشتی رو دوش تصویربردار، تصویر میگیره که چی؟ اسمی هم گذاشتی رو دوربین دست. کن آقا، مزخرف بود آقا، مزخرف. من اصلا هیچ خلاقیت تو کار شما ندیدم. البته بعضی جاها اینجوری بود، همش که اینجوری نبود. بقیه جا هم همینجوری بود آقا. من اصلا تو کار شما خلاقیتی ندیدم. افتضاح بود، مزخرف بود، مزخرف. جناب آقای رضایی، از بحث تصویربرداری که خارج بشیم، یکی دیگه از جوایزی که شما دریافت کردید تدوین بود، بخش تدوین. اینو میخواستم بپرسم که آیا از خلاقیت تدوینگر در تدوین بهره بردید یا خیر؟ همونطور که میدونید ما توی این فیلم از بهترین تدوینگر سینما استفاده کردیم. آقا جمع کن خودتو، چه تدوینی؟ تدوینگر نبودین؟ این اگه بچه میدادین بهتر از این تدوین میزد. فیلم ها راش و تحویلش دادین، 4 تا رافکات زده تحویلتون داده، خروجی گرفته. آقا چند جا که اصلا احتیاج به تصویر رنگ داشت که اصلا نزده، کاتا جا به جا بود، اصلا افتضاح بود آقا، افتضاح. جناب آقای معتمدی و جناب آقای رضایی، از این بحثا که خارج بشیم، بیاین در مورد کارگردانی فیلم صحبت کنیم. آقای رضایی، شما به عنوان کارگردان چه خلاقیتی رو به کار بردین که فیلم شما در جشنواره اخیر به عنوان بهترین فیلم و بهترین کارگردانی معرفی شد؟ آقا افتضاح بود، افتضاح. چی افتضاح؟ کارگردانی آقا، کارگردانی. این کار اصلا کارگردانی نداشت که. نه دکوپاژی داشت، نه میزانسینی داشت، نه نمیدونم بازی گرفته بود از بازیگراش، نه انتخاب بازیگر خوبی داشت. افتضاح بود آقا، افتضاح. جناب آقای معتمدی، آیا شما نقاط قوتی هم در این فیلم دارید؟ بله آقا، بله. این کار دو نقطه قوت داشت، دو نقطه قوت. چه خوبه، میشه در مورد نقاط قوت این فیلم بفرمایید؟ کار شما آقا دو تا نقطه قوت داشت، یکی تیتراژ اول کارتون، یکی تیتراژ آخر که دقیقاً به جا و سر جاش گذاشته شده. به نظر من باید به این قسمت شما بلدرچین بلورین دادن. بله آقا، من دیگه مطمئنم که این آقا فیلم منو ندیده. آقا مگه میشه من فیلم شما ندیده باشم؟ من چند بار فیلم شما رو دیدم، هم تو خونه، هم رو پرده سینما، هم با دوستان نشستم تخمه شکستم دیدم. مگه میشه ندیده باشم آقا؟ پیشنهاد میکنم کلا از بخش فنی فیلم بیایم بیرون
و در مورد چیزهای دیگر صحبت کنیم. جناب آقای رضایی، نامی که برای فیلم خودتون انتخاب کردین در بین تماشاگران شما خیلی سرش بحث و گفتگو میشد. چرا این نام رو واسه فیلم خودتون انتخاب؟ مزخرف بود، مزخرف بود. این قسمتش که واقعا افتضاح بود. آخه خجالت نکشیدین، چه اسمی بود برای فیلمت انتخاب کردی؟ تو حرف نزن. چی؟ من حرف نزنم؟ شما نباید حرف بزنی. من اصلا اینجام که حرف بزنم. آقا داری با من توهین میکنه. تو حرف نزن اسم فیلم منه. چی آقا؟ چی؟ فیلمی که من ساختم اسمش تو حرف نزنه. مگه اسم فیلم به دنبال یه مش نخستیان نبود؟ بابا من که گفتم این آقا فیلم منو ندیده. شما که فیلم منو ندیدی چرا داری نقدش میکنی؟ مسخرهشو در آوردین آقا. من اصلا میرم از اینجا. آقای معتمدی، این فیلمی که شما داره میگی مال مهمان بعدی. آقا مگه کنداکتور ندادین جناب آقای معتمدی ببینه؟ نگو که آقای رضایی کارگردان معروفه بود. بله خودشون بود. بود بگیم بیاد، بگیم بیام امضا ازش بگیرم. آخه چرا شما حمایت نمیکنین با من؟ آقا برو من رفت. وای نه خدا.